سلام علی آشمی هستم به کلاس من بی نهایت. خوش اومدید و این برام در هر نقطه از ایران عزیز که قرار دارید حال دلتون خوش باشه در این ویدیو کوتاه آموزشی قرار با هم دیگه بریم سراغ تابع قدر مطلق در ریاضی یازدهم انسانی فصل دوم درس دوم دوست من این هفتمین ویدیو هست امیدوارم تا ویدیو قبلی رو تماشا کرده باشید و اما تابع قدر مطلق حرف حسابش چیه ببین تابع قدر مطلق همیشه به من یک عبارت مثبت یا صفر تحویل میده به روایتی زیباتر همیشه یک عدد نامنفی بهمون به تحویل میده کل خاصیت و کارش همینه پس چی شد اگر به من طراح بگه قدر مطلق چهار میگم آقا قدر مطلق چهار میشود چهار اما اگر به من بگه قدر مطلق منهای پنج چی میشه قدر مطلق منهای پنج میشه مثبت پنج چون قدر مطلق هیچ وقت عدد منفی تحبیل نمیده همیشه منفی ها رو تبدیل میکنه به مثبت. قدر مطلق خود صفر مساوی با چی میشه؟ باری حالا میشه صفر. پس اگه منفی بود مثبتش میکنه ولی اگر صفر بود خود صفر میمونه. در ضمن اگر مثبت باشه که خدا رو هزار بار خود مثبت میشه جواب من. چه نکته ای میخوام در رابطه با قدر مطلق بدونی؟ اگر قدر مطلق x مساوی بشه با یه عددی مثل a اون وقت x برابر خواهد بود با مثبت و منفی a پس قدر مطلق x برابر با آ x می شود مثبت منفی a به عنوان مثال اگر قدر مطلق x مساوی با 5 باشه به من بگو x مساوی با چه می شود؟ آره کلا می شود مثبت و منفی 5 پس قدر مطلق مساوی 5 x میشه مثبت منفی 5 حالا که حرفه‌ای شدی اینو به من بگو اگه قدر مطلق x مساوی باشه با منهای 4 اون وقت x مساوی با چه می‌شود مثبت و منفی 4 نه آقا مساوی با مثبت منفی 4 میشه چرا چون قدر مطلق اصلا نمیتونه مساوی با یک عدد منفی باشه اگه قدر مطلق برابر با یک عدد منفی بود اون وقت هیچ مقداری برای x من وجود نداره خیلی مهم شد قدر مطلق مساوی با یک عدد x مساوی با مثبت منفی اون عدد اما اگر قدر مطلق مساوی با یک عدد منفی شد اون وقت هیچ جوابی برای x وجود نداره دیگه چی میخوام بدونی؟ اگر قدر مطلق x کوچکتر و مساوی یک عددی مثل a بود اون وقت x ما میشود توی فاصله منهای a تا مثبت a به عنوان مثال اگر قدر مطلق x شما کوچکتر و مساوی دو بود دوست من چی میگی؟ x میشود توی فاصله منهای دو تا مثبت دو حواست باشه اگه تهره علامت مساوی نزاشت تو هم علامت مساوی براش نمیذاری سوال اینجوریه قدر مطلق دو x منهای پنج کوچکتر و مساوی سه اینا چطوری حلش کنم؟ می نویسم دو x منهای پنج می شود بین منهای سه تا مثبت سه طبق نکته که علامت گفتم میخوام x رو به دست بیارم پس اول باید منهای پنج رو از بین ببرم چجوری منهای پنج رو از بین ببرم؟ هر سه تا قسمت رو باید با مثبت پنج جمع کنم منهای سه وقتی با مثبت پنج جمع بشه می شود دو پس دارم به علاوه پنج میکنم دو این وسط اگر منهای پنج رو با مثبت پنج جمع کنم فقط دو ایکس میمونه سمت راستم پنج به علاوه سه می شود هشت حالا قرار x رو به دست بیارم پس هر سه تا قسمت عبارت خودم رو بر دو تقسیم کنم داستان تقسیم بر دو شکل گرفت دو تقسیم بر دو بشه آمد یک این وسط واسه x ایکس بمونه و این بر ماجرا هم هشت تقسیم بر دو جواب ایدئالش بشه آباد چار چقدر راحت حساب شد بجز این این خاصیت مهم بدون اگر قدر مطلق ایکس بزرگتر و مساوی آ بود اون وقت ایکس می شود بزرگتر و مساوی آ و کوچکتر مساوی منهای آ به عنوان مثال اگر قدر مطلق ایکس بزرگتر و مساوی سه شد اون وقت یه بار x شما می شود بزرگتر و مساوی سه یک بار هم کوچکتر و مساوی منهای سه پس سه تا فرمول خیلی مهم در رابطه با قدر مطلق ها بهت گفتم که انتظار دارم حفظشون کنی خیلی ممنونم تا انتهای ویدیو همراه من بودید موفق باشید خدا نگهدار